سلام بچه ها، چطورین؟ امیدوارم هر جلسه خوب و سلامت باشین. رسیدیم به اپیزود دوم واکشور و داستان بازی بلک میس ووکانگ. یه نکته ظریفی رو یکی از بچه ها تو توییتر اشاره کرد، حرف بسیار درستی هم هست که به نظرم رسید که اینجا یه اصلاحی انجام بدم. از اونجایی که بازی که ما داریم انجام میدیم، بار اولی که من دارم بازی میکنم خودم و ریاکشن اولمه، نمیشه به این یه جورایی گفت واک ترو. در واقع مثل همون اصطلاحی که من قبلا هم برای بازی خودم به کار بردم و بهش گفتیم پلی ترو. منتها دلیل اینکه من اینجا اسم واک ترو رو حالا به غلط در واقع دارم استفاده میکنم، به خاطر اینه که موقعی که شما دارین سرچ میکنین تو یوتیوب بتونید به راحتی پیداش بکنید و ما واکترو رو بیشتر داریم استفاده میکنیم کلمش رو تا پلی ترو. سر همین، به خاطر اینکه من قرار نیست دوباره از صفر محتوایی برای این بازی بسازم، مستقیم اسمش رو گذاشتیم واکترو. اما از لحاظ کار کرد در واقع این پلی ترو، چون من هم خیلی چیزها رو نمیدونم، خیلی چیزها رو دارم یاد میگیرم و و و اتفاقی از این دست. توی اپیزود قبل ما در نقش خود مانکی کینگ ظاهر شدیم توی اوایل داستان و فهمیدیم که یک مبارزه ای رو داریم انجام بدیم. داستان در واقع جوری میشه گفتش که انگار مثلا ما یک انتهای داستانی رو داشتیم نگاه میکردیم به نظر، و بعدش یک اتفاقی میفته و مانکی کینگ میفته پایین و اسیر میشه داخل یک حالت سنگتوری و ما باید بریم 6 تا چیزی باید پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم این مانکی کینگ رو بتونیم به شکلی بهمتون بگم آزاد بکنیم و در واقع یک مسیر طولانی رو خواهیم رفت واسه اینکه این اتفاق بیفته. نکته که وجود داره اینه که اگر هم اشتباه نکنم 6 تا فصل کلی خواهد داشت بازی، که ما الان توی چپتر یکش هستیم. توی اپیزود یک کلی از باسای، یعنی یه جوری میتونم بگم هرچی باس دیدیم و زدیمشون از باسای محیطی گرفته تا باسای اصلی، و خیلی هم خوش گذشت، یعنی واقعا فان بود و خیلی خوشحالم از اینکه داریم اپیزود دوم رو الان ضبط میکنیم و بریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. ساعت 7:20 دقیقه صبح و از امروز دیگه سرعت ضبط کردن من میره بالاتر و ببینیم وضعیت به چه شکلیه. امیدوارم با هم همراه باشید، مثل همیشه با حمایت هاتون، مثل همیشه با لایک، کامنت و سابسکرایب که انجام بدین بیشترین حمایت رو از من انجام بدین، و البته با دونیت کردن از طریق درگاه ریمیت که توی دیسکریپشن براتون گذاشته شده لینکش، میتونید بیشتر از قبل از من حمایت بکنید، که البته چنین چیزی اجباری نیست، این رو وظیفه خودم میدونم که همیشه خدمتتون بگم. مرسی از اینکه با من هستیم. بریم ببینیم اپیزود دوم چه حرفی واسه گفتن داره. خب بچه ها، یه نکته هم بهتون بگم، اونم این که من یه حرکتی که انجام دادم توی این اپیزود، ویسینگ هم آن کردم، توی کامنت هم گفته بودید، از یکی دو نفرم من پرسیدم، و اینکه بریم ببینیم که این سری با این وضعیت به چه شکلی خواهد شد، آیا اوضاع بهتر میشه یا نه، حالا ببینیم چه اتفاقاتی خواهد افتاد. خیلی خب، من بچرخونم بین 50 تا 59 تا 60 به جا به جا میشه. یه مقدار میتونم بگم که چیز تر شد، لاک شد یه جورایی روی 60. اوکی، میگم از چیر این برداریم که این خودش میره. خب این پشت باسه، محیط خیلی محیط باسه اینجا. محیط خیلی محیط باسه، اینم فکرم باسه. میمه جلد نترس،
چیزایی که مثلا چی میگن مسافرین مثل تو مثلا نباید خیلی بترسن. یه حالت اسب توری داره قیافش. You don't look like a Yagwai from these parts. Have you come to earn the Black Wind King's favor? Hear me. That bear is but a hollow shell. He can grant you nothing. Don't waste your time on him. اشاره به خرسی کردش که خیلی ارزشش رو نداره که بخوای باش وقت بذاری. Lies about cheating death and even the treasures. His followers are, all of them, deceived. Blackwind Gwai is a sly one. He preaches virtue with a heart full of greed. I wouldn't entrust him with my plea. اشاره به بابایی میکنه به اسم بلکویند گوای و اینکه میگه که نباید بهش اعتماد کرد نسبت به یه سری چیزا دروغ میگه. I don't know why you are here, but you should be vigilant. Now, I'm pressed for time. Fare thee well, then. اول اینکه دیالوگش هم تموم میشه و دیگه حالت تکرار دیالوگ ندارم. البته ممکنه الان داشته باشه. I don't know why you are here. Now, تکرار دیالوگ بودن. فکرم ندارم. من چون خیلی دوست دارم که این تکرار دیالوگ از بین بره. اگه تموم میشه تموم بشه دیالوگه. خب یه آلارمی به ما داد رفیقمون. این چیه اینجا؟ آه میتونیم اینجا مدیتیت بکنیم. ببین هر دفعه هم توی این جاهای مربوط به چیزا هم بشینیم به جاهایی که حالت این شکلی داشته باشه بشینیم آروم باشو عزیزم تو رو هم میکشم نگران نباش بیا 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 آه آه دیگه چی؟ هر دفعه تو این جایی که بشه مدیتیت کرد بشینیدم بهتون چیز میده و شب بخیر اون چیز اکتیف میشه واسه تون یه اسپارک بهتون میده. میخواستم به این برسم مردم ولی تا بگم شینه دقیقه ببینم بشین بابا بشین چه؟ آه این هم یه مدل چی ده؟ اوکی میشین هم من وسط نگاه بکنم این من که چیزی نگرفتم هنوز همون یه دونه هست اوکی اونم این که این که هیچی این آیتم اون سری گرفتم خواستم اون چی بود؟ آها اینو از این باسه گرفته بودیم و یه چیز دیگه ای هم که گرفته بودم یه چیز به خاطر پری اوردر بازی به هم داده بود بسیم بدم اونا چی هم بعد این سیکرته این هم برام خیلی جالبه بدونم که این دقیقا نقشش چیه اوکی
اوکی اوکی خب یه چیز بازی خیلی دوستم قشنگ اینطوری که تا زمانی که باس بعدی برسی داداش یه مقداری دشمن های دیگه بزن تا باس های دیگه بهش نوبتشون برسه تا بخوای بزنشون قشنگ تو این حد فاصل میتونی یه مقداری تفریح کنی. خب این بر آیتمه مرسی 18 تا ویل یه راه اینجا بالا داریم راه پایینمون که راه اصلیه به نظر تهش دشمن هایی میبینم ایوه اینا باید حواسم باشه که فرقیدم میتره کرد وقتی میمیرم بوم این دیگه دارم یاد میگیرم اینطوری خب اوکی مسیرمون این بره محیط بازی واقعا خوشگله یعنی باید قبول کرد دیگه قشنگه دیگه خب مسیر این بره ولی من میام این بره چی داریم هیچی چند تا دیگه هم از اینا برش ها اینو من واسه چیز برش رو دارم واسه نه هیچی هیچی خب تازه بیدار شدم قشن معلوم مغزم هنوز لود نشده ها خب توی نه توی مارشال آرسه اینا رو هم ببینم چیکار میکنن Each talent level slightly increases damage dealt by all valid combos. این خیلی خوبه چون میتونه یه مقداری روی دمجهی که میزنیم که کنبامون تأثیر بذاره و البته اینم یه افکتی که الان اکتیف شد یا اکتیف شده بودش این یکی فکرم این اکتیف شده بود آره این اکتیف شده بود آره برگشتیم به مسیر جدی میفرمایی؟ دم بونفایر چرا انمیه؟ ای بابا اگه من تونستم اتکار رو بزنم چه دقیقه ببینم آها یکیش بالاخره خورد جالب دم اینجا دم در اینجا یه دونه چیز بود
الیت بود. چرا؟ چه انتخاب عجیبی واسه اینکه الیت بخوای اینجا بذاری. خیلی خوب، یه استراحت ریز و برمیخیزیم. خب داری ویل جمع میکنیم اینطوری. هلن هم این نبودش اینجا. بشه دقیقه آفایی نیستم چکرم. من نگه میدم، نمیدونم چرا، با اینکه نگهش هم میدارم ولی چیز نمیکنه. خیلی برام عجیبه. خب من فکرم یه چنین چیزی رو ردیف کرده بودیم. خب ببین اینجا الان یه مسیره، این پشتمونم یه مسیره. حتی اینجا رو من پریدم پایین و آها ببینین این پشت اینجا مسیر شده. نه من مسیری نداشتم. از طرفی یه جای دیگه هم داریم، اونم این بالاه که بعضا مثل این بالا هلو صدای عزیزی اومد. صدای ایشونه؟ بله. سلام علیکم. Have you seen those nameless souls adrift on your path? Their wheels float aloft, never to fade. Shame, your god serves little purpose, and mine answers solely to me. این اتحالاً رو گرده ما کار میکنه، روی اون پوشن همون. I know a way to guide the souls, mend their paths, and set them free. It will aid you. بله. This is better. This gourd. Though humble, may save the lost, banish their obsessions, and guide them. خب چیکار کردی داداش روش؟ بگو ببینم. خب the blessed gourd. Under the guidance of a wisdom master, the destined one has mastered the art of spirit absorption. The gourd possesses remarkable divine capabilities, allowing to absorb the lingering wills of spirits left behind by formidable Yogchi. Yogwise. تلفظ رو نمیدونم. Who have been defeated. Oh? For one as destined as you, there can be no turning back. We are like tumbleweeds, drifting through life, with a destiny beyond our grasp. Fair sights fade, but with ink I bid them stay. The road has claimed you, now you must see it through. Your heart will guide you further. We shall meet again. Hey, let's get to a chimian, be yik. عرفانی رسیده که خیلی اون خیلی توی چی صحبت میکنه، توی حالت استعاری صحبت میکنه. اوکی ببین میفکر مسیر اصلی ما باید باشه.
پس هم پایینش یه مدار اکسپلور کنم. اینجا برام جالب تر الان چون پشتش هم خیلی خوشگل بود. باس ایشاله اینجور بنظر میسته اون که اون ته باس او این تو هم بیشتر از یه دونه انمی نه بینید زمانی که اینجا خیلی شلوغ میشه یعنی چیز میکنم هی آرسه میزنم که ببینم که چه چیزی لایه اینا میتونه وجود داشته باشه. بله گلاخشون هم اومد بله بشه نگیدم نگوزی تنه فندی میزنی خب بیا که ما صحبت بکنیم خیلی این ابیلیتیمون او پیه رو میمونیم برو خونه تو باید تو بود اوکی یه نکته ای من موقعی که چیزو زدم همین میخواستم به همین برسم موقعی که من اون باس قبلی رو زدم چیزشو بهم نداد اینو بهم نداد گفتش یه بدون نمیم یه چیزی نمیتونی تو این سول باس رو جمع کنی الان در واقع من دارم میتونم این کار رو انجام بدم یعنی مال اون الان من میس کردم به این شکل خب این باعث میشه که بتونیم سیگنچر ابیلیتیشون رو بتونیم بزنیم وقتی میگه وقتی کی شما پر باشه میتونید با آردو الدو نه اینجا هم الان نشون میده که میتونیم تبدیل بشیم و ابیلیتیشون رو عملا اجرا بکنیم. خب این خیلی کم قوی بودیم یه کولان دیگه هم به این شکل عملا میتونم بگم گرفتیم. Moderately reduces the stamina cost for jump and jump attacks. Okay. خب اینم پس ما کارشو کردیم. خب من یه هیلی بکنم. این بر الان باز مسیر ادامه داره. جالبه که این بر مسیر ادامه داره اون بالا که خبر نیست نه؟ کجا برسته این بر؟
احساس میکنم که یک کثافتی باشه. نه یه جوری بود قیافش. خب این به نظرم میخوره به یه جای مهم به نسبت بزنیم بزنیم و برگردیم بریم توی کیپر سیفمون. خب و تو اینجا یه آها مال اینم الان میتونیم پس بگیر. ای بل گفتم شاید مال اون میست شده باشه، ولی خب الان مال این یکی هم گرفتیم. خب مال این چی میشه؟ ما به چی تبدیل میشیم برای این یکی؟ دموی این چه شکلی میشه؟ آه این باشه نهره میکشه. خب اینم افکتش اینه که زمانی که افکتش زمانی که اکویپش کرده باشیم مقدار دیفنسمون رو میاره بالاتر. این اکشوش چیز خیلی بهتریه برای من با ترجمه که من دمیجم زیاد میخورم. ایول خیلی چیز خوشحال کننده ای بود. خب چیزم بکنیم کالتیویت اسپریتز چجوریه وضعیش؟ آه میتونیم افکتشون رو آپگرید بکنیم. خب میتونیم آپگریدشون هم بکنیم اینا رو. و نکته که داره الان مثلا من اینو آپگرید بکنم اون میزان کی که نیاز داره واسه اینکه این ابیلیتی این رو بخوایم فعال بکنیم کمتر میشه، ولی از همون 1500 تا ویل میگیره. تدپول هم از همون یه دونه میگیره. من الان تدپول یه دونه دارم. بذارم تدپول دقیقا کدوم میشد توی آیتمامون؟ فکرم تو این ورا باید باشه. نه این تدپوله. نایس. خب پس تدپول هم واسه آپگرید اینا استفاده میشه. خب خوبه. این وسط هم من بیام توی سل آیتم از اینا یه مقدار این شکلی بفروشم و این وقتی چیزی نیست. خب بیام ریگنات سپارکس که یه دونه چیز کنیم آپگرید بزنیم. خب اینو یه لول دیگه هم روش میندازم. حالا افکت این بر این مثبت 10 بشیم مکسیموم فوکسمونو از 2 میبره رو 3. یعنی من الان روی 2 هم دیگه. منظورش از 2 چیه؟ ببینید نگه میدارم این میشه 1 این میشه 2. خب و اما وقتی آنلاکش بکنم یه ضربه خیخه سنگ مثلا میزن. این داره مثلا میگه که حالا تو مثلا تا 3 هم میتونی اینو چیزش کنی، تا 3 تا میتونی اینو لانچش بکنی. این داداش یه وقتای روز تو نیست و اون روز منه و امروز هم از قضا اون روز منه. مثلا همین بیا و بمیر با چکم. خب هلو چند تا به چند نفر به چند نفر؟
زیادم دمیج میخورم. نکتش اینه که اینا حالت آندتور داشتن، دیدین اسکلتاشون جمع شد و تبدیل شدن به یه چیز، یعنی یک ورژن چیزتر بودن از اون موجودایی که داشتم قبلشون میزدم، یه موجودایی تو مایه های همینا بودن ولی یه مقداری متفاوت تر. الان از بالای اون بردر اومدیم. خیلی خوب فهمیدم الان وضعیت چیه. نه جون اینا خیلی زیاده ها، یعنی کومبوها رو قشنگ داره میخوره ولی با این حال راحت میتونیم ببینیم که یارو حرف داره واسه گفتن. زیادم جون دارن اینا. چکرم 540 تا ویل راضیم. فکرم اوناش که تبدیل میشه اسکلتاش جمع میشه. این آره نوی که یه داری اینجا امیدش میتونه درد سرساز باشه. سرم یعنی تبدیل شد. چرا اینجا زیادن از اینا. به شدت این لوکیشن منو داره یاد چیز میندازه، فوربیدن وودز بلادبورن میندازه. یا تو هم بلند شو. نه فقط بعدش اینه که خیلی دیر میتونید روشون لاک کنید. خب من قبلش یه سر بیام این بالا. خب تا هم پاشو. چکرم فریم دراب داشتیم تا پنج و خورده ای اومد پایین. تو هم پاشو پاشو. خب اون یارو رو که داریم اون بر این بر چه این بر که خبری نیست. نه محدودیت کردن محیطش رو واقعا دوست ندارم. آخرین بار که دیدم یه محیط این شکلی خیلی مسخره چیز میکنه، محیط رو محدود میکنه، برمیگشت مثلا به بازی مثل اسنایپر الیت 5. سر همین خیلی چنین چیزی رو به شخصه نیستم. واقعا الان دیگه دوره این جنس محدود کردن موومنت ها نیست واقعا. پاشو بیرم پاشو. تو هم پاشو.
تو هم پاشو. چقدر تو این محیط از اینا زیاد بود. این پاش باسه قاعدتا. بیست و هفتش هم چیز دارن میدن دیگه، ویل دارن میدن دیگه. نات بد. ببینین چجوری محدود میکنه موومنت آدم ها. خب دیگه تام پاشو. دیگه چی؟ جمع آیتم. رفیقمون چیز در باید. چه دقیقه بایستی ایزم؟ نابود شد انقدر همین شکلی مون. چقدر بود؟ خیلی طول کشید تا یعنی اصلا یاد هیچ وقت چیز هم نشد، تموم نشد، از اون حالت در نیومد اصلا. خب این هم برای کرافت کردن آرمور به درد میخوره. خب چیز خوبی رو برداشتیم و that's okay. اینجاست بچه اون دیتا هایی که داره میگه مربوط به اینجاست. من اینا رو حالا سر فرصت میخوام و بهتون میگم اینا چه خبرم. فعلا اجازه بدید فعلا تو اینجا وارد نکنم خودمو. خب فقط حواسم باشه چون من الان ایموبیلایزم الان رفته توی کولدان. این الان یه مقداری خوب نیست. و البته یه نکته ای که هست، من فکر کنم اونجایی که الان میبینید اون همون نقطه ایه که من نیومدم و گفتم خیلی خوب حالا بعدم میام. یعنی از اون بالا میپریم پایین وقتی که اون قورباغه با سر زدیم اومدیم این و احساس میکنم این به اونجا مرتبطه. خب ایموبیلایزمون هم برگشت. بریم که فکر کنم اینجا باید این باسه رو بزنیم. اینجا باسه. وقتی اینطوری این مسیر رو اینطوری میبنده یعنی که احتمالا اینجا باسه. یه هیل بکنم من. محیط خیلی محیط باس میزنه. بله باسه. Should my demise come by your hands, please pass this message to my master. Searching for deity, mortals do aspire. Craving immortality, Yao Guai's surely will conspire. Hello? این از نیروی باد استفاده میکنه. برگشتیم به حالت نرمال ولی بد دمیج میزنه. چه دمیج بدی خورد. کسافت. خیلی دمیج میزنه. لعنتی این بیل بیلکاش منو زدن.
تازه موبیلایز هم برگشته بود داشتم میزدمش. خب باسه خوبیه. های خیلی افکت میزنه و اون افکتاش داره خیلی دمیج میزنه. اوکی من از این ور نمیرم، ترجیحاً میندازم از این ور. اصلا کل مسیر رو مستقیم میزم برم تو باس. باس اینجا بود، باس اینجا بود، باس اینجا بود. بگیر فعلا که کامل توی چه صوفت تو این حالت که دیگه نزن. کیم اومده بود بالا گفتم افکت چیزه رو بهش بزنم، لعنت بهت تو ثانیه اون افکت رو میزنه. باشم کیم شارژ شده بود گفتم الان بزنم و تمامش کنم. لعنتی لعنت بهت. میدونی اینو که میزنه کاملا میتونه اذیت کنه. میدونی نباید اینو باید از نزدیک بزنم. میبینی؟ اون افکت اینم چیزاشه ها. پدر افکتاش خیلی سنگینه. اسپم هم دارم میکنم. یه کوچولو نگهش داشته بودم، یعنی میرسیدش چیزه اسمش چیه کولانه اگه هم میرسید میتونستم کاری بکنم. و اینکه یه چیزی هم فهمیدم، این از نزدیک این اتک کار میکنه مال این مانستره. افکتش از نزدیک باید بخوره تا دمیجش رو بگیره یارو.
هم نکته ایه. ببین الان مثلا وقتشه که اتکا بگیره دیگه. داره طول میکشه الان باید زودتر بخوره اتکا. الان گرفت افکت اتکو یا نه؟ بابا چرا نه شما ماراش چقدر خدای لعنت بهتون. نمیخوام ماراش رو بزنم، میخوام مستقیم خودش رو بزنم. هم فول فوکس رو خوش باشم، این خیلی بده. باز میشه انقدر راحت اتکا رو بگیرم. واسه یکی یه مقداری دقت میخواد و من تو اوج بیدقتی دارم بازی میکنم، یه مقدار باید حواسم بیشتر باشه. دقت رو چاشنی میکنیم. الان همون اول مثل بز میمیرم. اصلا این صحنه داداش به خدا من دو ساعت دارم تبدیل میشم. اما نباید این بتونه جا به جا کنه دیگه. آها حالا خورد افکت در تکمو. نباید بذارم، ترجیحاً نباید بذارم که این بره روی سامنه. اون برو بریم پسر. یه چیزی که توی نقدا راجبش میخوندم این که بازی به شدت شما رو مجبور میکنه که ترجیحاً داستان جرنی تو دی وست رو بدونید برای اینکه بخواید وارد چنین بازی بخواید بشید، و اینو بابا نکته منفی در نظر گرفته بودن. الان من این صلاحیت رو فعلا ندارم درباره این قضیه صحبت کنم، چون من هنوز رو جورنال ها خیلی نرفتم بخونم چه خبرن چه جوری هن و اینا، چون اونا یه بخش داستانی رو قطعا اونا دارن میگن. ولی یه سری از این اصطلاح هایی هم که داره میگرم واقعا من نمیدونم. این که مثلا مثال میزنم، مثلا یوکای تعریفش مشخص میشه مثلا تو بازی مثل نیو، ولی اینجا یه سری دیتا ها رو من خیلی درست نمیتونم بگیرم که خب این هم یه داستانیه واسه خودش. این چیا میزنه؟ آه این ماراش رو سامن میکنه، دوتا مار سامن میکنه این. خب و ماراش هم میمونن، یه قشن میمونن ماراش. اوکی پویزن رو میبره بالا و دمیج رو
پویزن رزیستمون رو میاره بالاتر. ولی خب از طرف این دیفنس رو تکون داره میده. فعلا ترجمه راهیم بمونم. یه من پوشن زدم تو باز؟ اصلا پوشن نزده بودم تو باز، یعنی اولین پوشنم بود که زدم. اوکی. و دوباره از این زنگا داریم میزنیم. خیلی برم جالبه که این زنگا دقیقا دارن چی کار میکنن. بوم. After the bell rang, it seems as though the resentment in the depths of the mountain has grown. Ah, forget it. Overthinking won't help. Your presence has already made a mess in the mountain. Why not go ahead? Take them out, once and for all. خب، یه مسیر این بر الان داریم که این مسیر مسیر جدیده. حضورت باعث شده که قشنگ این جنگل رو داری در دیوار یه جوره یکی داری میکنی. ایوه یکی عدد کیپر مچکرم. دو تا اینا داریم که خوب خیلی خوبه. بعد به هلت هم یه مورد برسم. ایش تالنت ریدیوسز دی دیوریشن اف فور بین افکت. فور بین افکت منظورش چیه؟ سوری نام فور بین افکت slight increases critical chance. نمیم چیز خیلی خوبیه. حتی slightly خیلی کم چیز میکنه این حرکت رو انجام میده، ولی خب میشه بهش فکر کرد، چون اگه مثلا این 6 تا بشه خب خیلی chance critical اونو میبره بالا. میتونیم روی دوتا با هم اصلا فکر بکنیم، یعنی اینو آرمورو مثلا بهش فکر بکنیم بیاریمش بالا. ترجمه نم روی دوتا بمونم. خب این برم بخش چیزه مربوط به اسپلمون بودش که گفتم فعلا فعالش نکردیم. اینم باید فکر کنم بدانیم این چکا میکنه. The moment the attack لحظه ای که اگر دهن حمله میکنن اگر ایموبیلایزشون بکنی. این خیلی چیز خوبیه، کاش اینو میدادم. باعث میشه که لحظه حمله شون اگه این کارو بکنی و ایموبیلایزشون بکنی، زمانی که ایموبیلایز میشن بیشتر میشه و در این حالت وحشتناک دمیج میخوان داشته. massively increases. و این چیز خیلی خوبیه. اینم زمانی که چیز باشه اگر از دور یهو بیان بزنیم ضربه خیلی قوی تری میخوره. و بعد این سری اصلا به اون فکر کنیم. رو آرمور هم که فکر نمیکنم الان آرمور عجیبی بتونیم بسازیم. درست میگم؟ چیزی برای ساختن الان نداریم. داره آرموری قرار نیست فعلا بسازیم. شما یه آیتم فاز لژندری تور دار. شما اینه لژندری. این برای گرد آپگرید. این میتونیم باهاش گردامون رو میتونیم آپگرید کنیم. الان وایسا ببینم. وایسا فهمیدم. فکر کنم الان بریم پیش چیز
و آره فکر کنم این یارو الان برامون گردمون رو آپگرید کنه. شوخی میکنی؟ شوخی میکنی؟ رفت؟ خب چرا رفت؟ وای چرا آخه؟ من چه گناهی کرده بودم؟ چون باید من خودمون بتونیم گورد اپگرید کنیم حتی اول خیلی باید میدونم معنی یارو نمیذاره اینجا باز واسه اطمینان یه نگاه میندازم ولی خیلی باید بدونم این که برای اسپلامونه که همین دوتا هم فقط چیزیگه که نداریم دیگه خب که برای اسپارک یکی همون لیول های خودمونه نه نه اینا هیچی بعد واسیم خودشو ببینیم چه بساطی داشت کاشی بود حتی احتمال داره که الان ببینیمش چون این آیتم ها دار احتمال داره که ببینیمش خودم علکی امیدوار کنم دو تا هن آره یونه بالا یونه پایین اینطوری که من نجات هم بده بیه پایی مینا سنیک گوایز هستن نیتی فیر Snake gall steeped in drink, though, makes a fine tonic to flush malady. Hear, hear, young friend. Be my guest inside. She dot? Moderately increases the poison resistance for short duration. اگه گرده استفاده کنیم برای مدت کوتاهی میتونیم یعنی اینو باید بزنیم بعد موقعی که اگر از گردمون خواستیم استفاده کنیم برای مدت کوتاهی پویزن رزیستمون میاد بالا خب ایشون رو اینجا داریم و البته با تشکر 540 تا خب سلام داداش Well, well. I'd stake you're one more monkey from Mount Wagwo. I've met many of you. The rank of birth. این درین کارو درست میکنه پس. اوکی. کار اینه پس. من فکرم کار اون یکیه. Banished to the mortal world. I brought treasure troves down to this realm, though. Have a look. If something catches your fancy. میمونی که بنیشش کرده بودن بدبخت شیش بوده مگه خب ما میتونیم یوزیج اینو بیشتر بکنیم و بکنیمش مثبت 5 یه سوالی متریال آها متریال فرق میکنه این ما برای چنین چیزی باید awaken wine worm داشته باشیم که بتونیم قدرت چیزها رو بیشتر کنیم قدرت استوسمون یا همین کوکونات واینمون رو بتونیم بیاریم بالا پس این برام یه نگاه بندازم اینجا هم میتونیم یه سری چیز میز اضافه کنیم آها مثل این اگر این رو اضافه کنیم این دیگه
افکتش اینجا میمونه. حالا مثلا من پویزن رزیست میگیرم، این حالا فعلا میذارمش اینجا، انگار مثلا ساکتش کردیم. ساکت کردن فکر کنم بدونی چیه. بریف مومنت they're using the word slowly recovers a small amount of health. این چیز خیلی خوبیه، این چیز خیلی خیلی خوبیه. زمانی که استفاده میکنیم از پوشنمون، حالا استفاده میکنیم یا گردمون استفاده میکنیم، به تدریج علاوه بر اینکه هیل میشیم، به تدریج آروم آروم به هیلمون اضافه میکنه. این فکر کنم ساکت بشه بره اون تو. یعنی مثلا من اینو توی برو، آره اینو اصلا میذارم اینجا، این ساکت بشه و البته آپگرید این رو هم بزنم. اوکی، اون چیزی هم که از درخت گرفتیم این فرگرنت واینه بوده دیگه. Next time, down a few mouthfuls in one go. It's delightful. خیلی خوب. پس الان ما یه لول هم به این بخش الان چی دادیم. خب من یه لحظه برم اینجا بشینم و ببین الان من انگیج این میشه دو تا، این میشه سه تا، این میشه چهار تا و این میشه پنج تا. دیدین چهار تایی بودیم الان شدیم پنج تا. اوکی و اون یه دونه ای هم که بغل سمت چپ نقطه تور گذاشته تا الان برمیگرده به اینکه یعنی ما ساکت کردیم توی این. چی میدی؟ تاینی پیس آف گولد و یارن. تاینی پیس آف گولد رو که میشه فروخت. خب راست یه مسیره، چپ هم یه مسیره. نظر میسه این مسیر مسیر اصلی باشه، یه جوری باسه این تو. خیلی گنده است لوکیشن، اون لوکیشن بازخوره، عجیب هم بازخوره. یعنی اون هست با عرض سلام و ادب و احترام. بله باست. هیلد برد، هیلد برد، what dimmed your shine. Past's grip beyond our grasp. The future we may still clasp. Hello? Late is the hour, young one. White Clad Noble. In which you choose to stain my tranquil abode. Pray tell, to what end do you seek? Was a vampire tour there? بد میزنه. واقعا بد میزنه. A ripple awakens, not without a sound.
آی چقدر موسطاش خشنگه، چقدر موسطاش خشنگه، خیلی موسطاش خوشه و باسه خیلی قویه. اوناش که فکر کنم الان شاید زورم بهش نرسه، حتی نمیم حدثم اینه که ایناش که الان زورم بهش نمیرسه، ولی ضرر نداره. یه بار دیگه باش مبارزه کنیم. باسه اجایلیه، خیلی سرعتش زیاده، همین باعث میشه که وقتی من اصلا تبدیل میشم و اینا به این راحتی نتونم حرکتی بزنم. اگر سلف ادلانس اگر داشتم میتونستم کارهایی بکنم، ولی ندارم که بتونم اون چیزه رو بزنم که وقتی دره اتک میده بتونم یه حرکتی روش بزنم. ای چه صافه، خیلی کمبوش زیاده یارو. چیز داره قشنگ، سرعت حرکتش فوق العاده زیاده. آشغال بعد میزنی تای هلتشه ها. ولی فکرم دو فیزیه با این وضعیت. You have forced my hand. Now you shall face. Vale. What I truly am. متنفرم از اینکه یه باس دو فیز میشه. ولی وقتشه که بمیری عزیزم، وقتش بود. نظر چیه؟ نگو که فیز سه هم داری دیگه. Halt! No ill will, I bear. I'm merely my brother's eyes and ears. خیلی خب، اوکی. I feign my loyalty to guard this path on the bear's order. Your destiny's bleak and stark. In its grip, we share the mark. The Guanyin Temple now lies in cinders,
Look at the elder soul and yours. The root of greed ever fosters the stamp of suffering. Better to forget the thing you truly seek. The three bells. Have you seen them all? Do you too desire that which they ceaselessly hold dear? The bells. Three bells were set in the mountains since the Black Wind Gwaii's return, yet no one is allowed to go near them. Maybe the bells have something to do with the temples burning. اشاره به سه تا زنگ میکنه. الان پس معنی زنگا الان یه جوری تازه مشخص میشه. پس احتمالا این شاید این نگهبان زنگ سوم بوده ها؟ یا نه؟ بلکوین کیو این احتمالا یه منطقه کاملا جدید بشه. حدثم اینه که ببین چون ما دوتا از زنگ ها رو زدیم دیگه، زنگ سوم رو هم نزدیم، یه راه هم پشت سرمون بود، یعنی در واقع دوتا راه پشت سرمون داریم. خب این الان میشه یه جوره لند جدید. خب بایست ببین ما الان دوتا زنگ رو زدیم، یه زنگ دیگه مونده هنوز، یه راه هم این بر الان داریم. باید نم به این سرعت زنگ سوم هم بخواییم بریم بزنیم. بله زنگ سوم اینجاست. اه؟ اوکی یه جوره گاردین زنگ سوم بود دیگه. حالا بزنیم این زنگره تا حالا یه آبی قطع خواهد شد یا ابل فصل. اینو الان دیدم این بیچاره رو. تو رو خود فقط من زنگ سوم زدم تو رو نزنم، مثلا یه تبدیل نشه این وسط. بیام از زنگ سوم یا رو بیدلیل اینجا نداشته به نظرم. در این پشت تازه باز شد. اوکی؟ نکته اینه که این در خودش کجا بود؟ جدی میفرمایین الان؟ یعنی واقعا من الان اومدم اینجا یپ بوغی حداقل من بتونم اینجا بزنم یه. آه این عملا بچه ها فهمیدین کجاست؟ این همون لوکیشنیه که ما اومدیم چیزه رو زدیم، گرگه رو زدیم. وپن میتونم کرافت کنم هم آرمور جدید. ویو وپن لیست، این الان یه وپن جدیده، با جید فنگ میتونم بسازم که خب قطعا میسازم. اگه این سیه این چهله برو بریم چرا که نه. وپن کرافتد و حتی اکوچه خوشگله وپنمون. نه این وپن کلاسیکمونه، این وپن جدیدمونه و البته آرمور هم میتونیم بسازیم. خب آرمور جدید چی کار فقط میکنه؟ این آرمور جدیده که ستیکه هم هست، هر ستاش هم الان میتونیم بسازیم. Health is low, slowly recovers a small amount of health if in water, the effect is enhanced.
زمانی که هلتمون کم باشه آروم آروم هلتمون رو برمیگردونه، مشابه اون ساکتی که گذاشتیم واسه پوشنامون. و البته یه چیز دیگه هم که داره اینه که اگر تو آب باشین افکتمون، افکت این چیز بیشتر میشه. از طرفی هم داره میگه که اگر سه تا تیکش رو بپوشیم massively reduces stamina cost when in water، زمانی که تو آب باشیم مقدار استامینا که از آن استفاده میشه خیلی خیلی کمتره. این که چیکار میکرد فقط خب اوکی ترجمه اینم اینو بسازم. بله میپوشمش. بله میپوشمش. و بله میپوشمش. خب افکت اینم پس اکتیف کردیم. توی این ریگنایته با تجربه که یه دونه الان چیز کردیم این دیگه چیه؟ این هم واسه خودشون یه داستانی هن. باعث میشه کمتر از همون چیز کم بشه وقتی ترانسفورم میشیم، وقتی تبدیل میشیم. Silent level slightly increases might recovery speed. این هم چیز جالبه. ولی من الان خیلی اینو نیاز دارم که انمی بخواد بیاد اتکر بزنه نگهش دارم و بتونم بیچارش کنم. اینو میخوام، لازم بود. خب برای برو هم که دیگه میتونیم خودمون کار برو انجام بدیم دیگه، نریم اون بر هم چیز بامزه ایه. این همه یکی دوتایی داریم دیگه، نمیدونم بفروشم خبری که نیستش. خیلی خب خوشگل شد کارکترم. خب این بر قبلا یه چیزایی بود که الان خب دیگه نیست. اینجا یه جعبه است. پرایر بیت این چیز میده، افکت داره. بذار تو اینجا اول یه سری کارها انجام بدیم. این هم چیز خوبی بود یادمه. خب اوکی اینو بذاریم که حالا انهانس افکتش میشه تا 10 بار میشه. برای موبیلایز بعدی میتونیم برنامه داشته باشیم براش. و اینکه تصویحی که گرفتیم تا الان تو این نه نیستش اینجا. تصویحه از کجا کار میکنم؟ میگم تصویحه مال اینجا به درد میخورد. جیت لوتوس هم خب بگذارید ببینم. یعنی چیز من برداشتم میگه میشه یه چیز حالت مثل تسبیح طور برداشتم من. فعلا فعلا بریم. یعنی من خیلی چیزها رو باید بشینم واقعا با دقت نگاه بکنم و
یه تایم مطالعه بذارم برای اینا. این برم یه دونه دیگه است. استون اسپریت دیگه جبه مبه یه چی؟ خیلی خوب. چرا بابا اینجا هم یه جعبه است بابا؟ اونو چرا نمیبینی آقای محترم؟ دویست و هشتاد و هفت کاشی چهارمش هم میدادی تو که سه تا جعبه دادی. حالا ببینی هست ولی من تا قام اعمال ندیدم. خب اینجا سه تا جعبه اینجا بود، این برام دیگه جعبه نیست. خیلی خب باسه این پشت دیگه ایشالله درست میگم. یا ابل فست الدر جینچی مشابه همونی که ما توی چیز زدیم، توی جنگل زدیم. Disciples come, I hear travelers approaching my temple carrying new treasures. Cooling. I cannot see you, but I recognize your odor. It cannot be you. You are back. Tarsida Zamo. You who took that Kasaya! Now give it back! ببین دوست عزیز من هیچ کارم. میدونم دوستان، کاملا میدونم بار اول برای مردنه. کجا؟ لاکم نمیشه روش. چیه نمه سمتش؟ بابا نری من را هیل بکننش. نه بابا یعنی چی؟ Oh shit!
جا به جا کردم این نامردیه دیگه. هفتاد سال زندگی کرده. من دلم برای سوخت. ما یه جورایی رفتیم تو گذشته و این مبارزه رو انجام دادیم به نظر میرسه. Fireproof mantle. Let everything else burn. I care for nothing but my master. Give it to me, quickly. The fireproof mantle. The great sage borrowed it from Virapaksa. How did it end up here? You must have freed that miserable soul. Oh, such is it. A tragedy prologued by a single glance. It's getting late. Let's hurry up the mountain. این اینطوریه که اگر آردو رو با السه بزنیم یا این پایین یه افکتی خواهد داشت. حالا اینکه این افکت چجوری اکتیو خواهد شد رو خواهیم فهمید. چقدر ولی باس زدیم، چند تا باس داره این گیم. ولی یک کاش باس های دو فیزی نداشت. ناراحت میشم باس دو فیزی میبینم. I'm too old for this shit. خب این راهی که گفته بودم میتونیم بیایم پس توش یا نه آیتم بود فقط. چیزی بیشتری نداشت. میدونم که بعید میدونم بخوام کار خاصی الان انجام بدیم دیگه. چیز چیزی نداریم الان. نه چیزی نداریم. تو استورش که چیز بیشتری نبود خریده بودیم. نه حالا فعلا شن مانکی اسمش. این هم اسمش رو یادمون باشه. شن مانکی. خب تمام این چیزامون هم ریسیت شد وقتی رفتیم و برگشتیم. خب خوبه. برام که بعید میدم آیتمی باشه. خیلی محدود کرده اصلا موضوع داشتیم برام نیه. خب بریم جلوتر با این وضعیت. چه خبره این برام؟ You've come to the wrong place. چیدی؟ یه
اوکی. خب یه همچه حالت الیتوری بود. به نظر میمد که الیت باشه. چه اینجا الان میتونیم چیز کنیم؟ میتونیم بریم توی مدیتیشن تور میزنه اینجا یه مقدار. آره اینجا مدیتیشن داریم. ایوه خوبه. Miraculous peel crafted by King Father of the East on the mountain of Fangjiang, Fangjiang. Wow, that increases maximum mana. ایول مانا که آبیمون باشه این اومد بالا. ایول و بشین مدیتیت. ایول خیلی دوست دارم اینکه محیطش رو گیم شواف میکنه. اینو خیلی دوست دارم. یعنی اینه به اون اچیومنت گرافیکی رسیدن و میگن آقا بهت نشونش هم میدیم، یعنی اگر خودت بهش دقت نمیکنیم ما به زور نشونت میدیم، شده منتظر بمون بهت جایزش هم میدیم، جایزه این انتظارت واسه اینکه بخوای بشینی. چقدر خوشگله. خیلی خوب بریم این سمت. بفرمایید استقبال میکنیم ازتون عزیزم. اوهو باشه که علکی منو میخوایی اونطوری بزنید. برو خونه تو 176 تا هم به همون ویل داد. بایده خوشگلیه. این خیلی ایک چیز داشتش یه اون در این پلتفورمینگ های اینطوری داشت. نمیدونم من اصلا بچه من واقعا پلتفورمینگ میبینم حالم یه جوری میشه. دیگه عاشق پلتفورمینگم دیگه. اگه مثلا استریم های مواد به پرنس آف پرشیه مدیده باشید میدونی من اصلا دیوانه اصلا وضعیت پلتفورمینگم. هر چقدر پلتفورمینگو پیچیده تر باشه بیشتر دوست دارم. چیزم این حالت رو داشت، بازی استار وارز جدای سوروایور هم این حالت رو داشت، فالن اوردر نه ولی سوروایور داشت خیلی باحال بود. ولی باز به اندازه مثلا این پرنس لاست کراون نه، اصلا لاست کراون یه چیزی از قلب من اون تو جا موند تو اون بازی. این هم زیگی و بمیر علایزم همه تون باید در برابر من پرکتیس کرده باشید. بیایید جلو علکیه مگه. من فکر کنم یاد داری فاز الیت تر داشته باشه. دوتا؟ ریلی؟ دقیقا برعکس بود، اینا ضعیف‌تر بودن. بریم بشینیم که این پشت باسه. آخ جون کرافت ایوا آرمور راید. چی شده؟
additional damage to enemy upon crashing their immobilization. وقتی که چیزشون از بین میره، از immobilization خارج میشن، دمج بعدی که میزنی بهشون به واسه خارج میشن قدرت بیشتری داره. upon crashing این افکت وقتی 4 تا تیکش رو پوشید. upon crashing the immobilization on the enemy massively reduce the cooldown immobilization. کولدان ایمویلیزیشن رو کم میکنه زمانی که چهارتاشو داشته باشیم. فکر نکنم الان بتونیم هر چهارتاشو بپوشیم، بتونم کرافت کنم. به نظر میشه که نه. آره معلومه نمیشه، آره معلومه نمیشه، ولی میتونیم اینو بپوشیم و حتی کاراشو بکنیم. افکت دوش اکتیف شد. افکت چهارش چیه؟ این یونیک افکت داره. performing light attack following evanescence. evanescence که اسمه گروه متال مگه نه بود؟ directly trigger سیلک میخوایم آقا، سیلک میخوایم سه تا سیلک میخوایم تا افکت چهارم کنون افکت خفنه شو بتونیم اکتیف کنیم. چقدر خوشگل آرمورش. وای 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 چقدر خوشگله. یه چیزی هم بچه بهتون بگم، معمولا دیزاین آرمور های چیز آوتسورس توی استودیو ها، معمولا آرمور هایی که حتی توی بازی زیاد میشه مقدار آرمورها، معمولا آرمورها رو سعی میکنن یه حالت آوتسورسی بهش بدن معمولا. ببینیم چه خبر، چجوری این واسه فشارمون میده. بلک وین کینگ. I have rebuilt the temple. Now it's grander in scope. All those monks consumed by the fire. To wandering ghosts roaming in Black Wind Mountain. It was I who granted them eternal repose. I restored the charred scriptures piece by piece. But oh yes, I always knew. One day you shall return. Well, we should do that. او رفتم تو تعریف میکنه پایه رو. بد جوری یارو مریضه. نه اون کارو نکن. چقدر افکت موزیکش خوب بود. انگار در حالتی که مثلا در یه سازی رو سیمش رو مهار کردی که صدای کامل ازش در نمیاد،
تو اون حالت اسلاید کشید اومد عقب و صدا به تدریج بم شد. آفرین، افکت خوشگلی بود. خب من حرکته که آردو ال3 میزنی هم باید یه تست بکنم تو این فایت، ببینم چیکار میکنه اصلا. You challenge me without you. آی You have ruined everything. بازم بیام اینجا با شما صحبتی بکنم. باور کن من که یه لحظه اون رو جا به جا کرد، ولی باش. لعنت بهت. نه دیگه نزنو. Cheap tricks. Meet me at the summit if you dare. الان دیفیت شد ولی نمرد. گو تو سامیت. جرأت داری منو اونجا ببین. اطمینان اونجا وحشی تر میشه. The spell he just cast may appear intricate, but it's not hard to learn. ای وات. بخواد اسپل یادمون بده. Serving Guan Yin didn't help him much. But what he left here could surely help us. Consider today your lucky day. I'm going to do a chance to open. Cloud step. Dispersing to mist allows for an escape and provides an opportunity to execute an unveiling strike. آردو مثلث تست بکنیم. خب فهمیدم. این حرکت باحالی، میتونه باعث بشه که یه جورایی درست حسابی بتونی در بری. خب
ایول این الان قدرت استوسمونو میاره بالا. آپگرید اینو گرفتیم. خب بعد بریم پیش میمونه. شن مانکی بود اگه اشتباه نکنم. بعد بریم پیش اون که کاراشو برامون انجام بده. راضی بودم از این. دیگه چی؟ آیتم جیت لوتوس. بعدش احتمالاً بعد یه چک پوینت یه چیزی باشه دیگه. نه گو این عرض سلام. بله گفتم یه چک پوینت باید باشه. این پایین هم یه مسیر خواهیم داشت و اینجا هم اینو داریم. خب یه فست ترافل میزنم برم سمت شن مانکیه. کرافتم که نمیتونم بکنم الان دیگه. آرمور نمیتونم حرکت برش بزنم چون الان سیلکم ندارم. کاش سیلک میشد خرید. سلف ادوانس رو فعلا نمیدم به جاش ترافل میکنم. این چیز جدیده. ایول این حرکتشون رو دوست دارم دیگه. مثلا میگه که آقا اینجا یک کاری داری واسه انجام دادن. حرکتی که چیزم انجام داده بود، لایز آف پی هم انجام داده بود که به نظرم یه تحول بود توی کار سولز لایک. آفرین که اینا هم دارن انجامش میدن. آقای میازاکی انجام بده این کار رو. اینا باور کن فاز اکسسیبیلیتی داره، گیمات اکسسیبل تر میکنه. مرد بزرگ تو که بنز کافی خدا هستی تو کارت، چرا از خر شیطون پیاده نمیشی مرد؟ چیز چیز خیلی و توپ. حالا شد، حالا شد. خیلی خوب. Remember young friend, a sip makes one tipsy, many sips خب اینم از این و کارهای اینجا رو انجام دادیم. من فکر کنم الان کار بیشتری فعلا باقی نمونه با تجربه اینکه نزدیک شدیم به 2 ساعت و یه جوره میتونم بگم که نمیرسم دیگه. آدیگه آه یه چیزی بیشتر من فکرم اشارهش بیشتر به اینه که اینجا کار داره اشاره میکنه که NPCات کجا هن. این خوبه. این ولی چیه؟ این همون چیمبر هست که ما توش رفتیم فایت کردیم دیگه. اون یارو با سر رو زدیم که کور بود. همون اونجاست. آره این همونجاست. آره این دقیقا همونجاست. آه یه چیزی وقتی ما این رو زدیم دیگه پشت سرش نیومدیم چیزی رو ببینیم که چه خبره. بیم الان بجاش ببینیم که چه خبره. این تو پشت سرش رو بیم ببینیم این پشت. آه نمیشه این پشت اومد. همینجا فقط بسته. یعنی همه جا رو یعنی قشنگ خطی ترین حالت ممکنه دیگه. اینجا پس کاری عملا دیگه نداریم. نگم همون صرفا باسه بود و برداشتن اون یکی آیتم. بذار یه چیزی هم راستی من نگاه بکنم. این ها این من هیچ وقت درست نگاه نکردم. سام Hidden vessels left by the vessels can be discovered in the journey. Unique power using them cost key.
can be recovered from hitting the enemies. خب اوکی، من الان R2L3 که باید بزنم دیگه. For short duration دموش هم میتونیم ببینیم. After activation grants burn immunity and gradually increasing focus, highly effective in specific environments and against specific enemies. اصلا سر این باسه تا حدودی میشد به کارمون بیاد، ولی خب من هر کاری کردم نتونستم توی فایت بزنمش. الان تازه افکتش اکتیف شد، گرفتم. و اگر بشینم توی بونفایر افکتش قرار ریست بشه یا خیر؟ بله افکتش رو ریست میکنه به نظر. اون داره میادش پایین و اینا یه جوره یه افکت ریست شد. الان میشینم و بالا میشم. آره تمام کمال همه شیش ریست میشه. خب خوبه. من ضمن که تو فایتم یادم رفت از چیزه استفاده کنم، از اون یکی ابیلیتی استفاده بکنم که میتونستم سامن بکنم و باهاش ضربه بزنم. اصلا فراموشم اینقدر ابیلیتی بازی بهت میده، یادت میده چیا داری چیا نداری. اما خب یه سری بازهایی که رو ترای اول زدیم، یه سری هم که توی ترای دوم زدیم، ولی اکثرا رو ترای اول کار رو درم بردیم، به جز یه بازی بودش که فکر کنم یه چند باری ما رو کشت. الان یادم نمیاد، ولی یه باسی بودش یه چند باری ما رو کشت. آه اون باسه که چیز بود مار سامن میکرد و اینا. آره این اینا این یه چند باری ما رو کشت. آره سه باری فکر کنم سه چهار باری ما رو کشت. اوکی در صورت فکر میکنم خیلی کار انجام دادیم، خیلی کار انجام دادیم و شاید بهتره که منتظر بمونیم برای فردا که تو اپیزود بعد بهتون بگم چه خبره. بریم برای جنبندی و اونجا بیشتر صحبت کنیم با هم. با من همراه باشید. خیلی خوب بچه‌ها، مرسی از این که من همراه بودین. دمتون خیلی خیلی گرمه، واقعا ازتون ممنونم که اپیزود اول که اصلا باور نکردنی بود. یعنی الان که دارم ضبط میکنم فکر کنم بیش از 14000 ویو خورده اون اپیزود. اصلا یه چیز عجیب غریبی. بذارید من یه ریست هم بکنم که آمار دقیق بدم. بیش از 14400 نفر از شما دوستان اصلا باور نکردنی. یعنی من هنگم که چه شکلی شما انقدر محبت دارید به من. خیلی خیلی ازتون ممنونم که دارید میبینید و واقعا محبت میکنید. نمیدونم چه شکلی جواب این همه محبتتون رو بدم. تلاش میکنم این وظیفه سنگینی که با نگاه های قشنگتون روی دوش هم میذارید رو به بهترین شکل سعی کنم انجامش رو. باور نشه 788 کامنت فقط و دارم میخونم یه سری چیزها رو دارم تصویر میدم. مثلا یکی بچه های دیت هایی داده بود، اون دیت ها رو پینش کرده بودم توی کامنت ها و دمتون گرم. این که نکته سنجی میکنید میگید و اینو واقعا برای من با ارزشه. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید. مثلا همیشه ویدیو رو لایک کامنت و سابسکرایب بیشترین چیزیه که به من میتونه کمک بکنه و البته علاوه بر همه اینها راه‌های دیگه هم برای حمایت بیشتر وجود داره، مثل دونیشن که از طریق لینک ریمیتی که توی دسکریپشن وجود داره میتونید این کارو انجام بدید، اگرچه هیچ وقت چنین چیزی اجباری نیست. دیدن ویدیوها، دانلود نکردنشون و البته شیر کردن با رفیقاتون بیشتر کمک رو من می‌کنه. در کنار اون لایک و کامنتایی که می‌ذارید. مراقب خودتون باشین. عاشقتونم فعلا. بوس بهتون. خدافظ.